سراسر شب داستان دختریه به اسم مهتا که دانشجوی رشته پزشکیه و یک شب از خونه بیرون میره تا به یک کافه‌ای بره به اسم کافه آلفاویل که اونجا میدونه پاتوق یک فیلمساز میانسالیه به اسم داوود مرادی. من 9000 کیلومتر راه اومدم که این آتیش وسط روشن کنم. اون میخواد مرادی رو پیدا کنه و ازش بپرسه که به سر خواهرش چی اومده که الان 2 ماه خواهرش خوابیده و از خواب بیدار نمیشه. بین شما چی پیش اومد؟ ترجیح داده که بخوابه. اما این در واقع داستان فیلم نیست، اتفاقای دیگه ای در راه. مریم هیچ وقت نفهمید که باید اقدام کرد نه اصرار. در واقع جرقه اصلی وقتی خورد که یک دختر جوانی که خیلی دوست داشت بازیگر سینما بشه به من تلفن کرد و گفت که 60 قرص خورده. از همون موقع در واقع ایده‌اش شکل گرفت. ولی خب با خودم فکر کردم که خب اگه یک کاراکتری 60 قرص بخوره و بمیره که خب من فیلمی ندارم. پس این دختر نباید بمیره. یه شاهزاده میبوسدش و اون بیدار میشه. این زیبای خفته رو بوسه هیچ شاهزاده ای از خواب بیدار نمی کنه. سینما باید بوسه ای در باد براش بفرسته. و بعد به یاد رمان هاروکی موراکامی افتادم، پس از تاریکی، که در اون دختری قرص خورده اما به خواب رفته مثل زیبای خفته. و هر چقدر بیشتر جلو رفتم متوجه شدم که انگار خود موراکامی هم رمانش رو به شدت تحت تاثیر آلفاویل نوشته. واقعاً وسط‌های فیلم نامه بود که متوجه شدم داستانی که ما داریم تعریف می‌کنیم خیلی شبیه به داستان فیلم آلفاویله. یعنی در فیلم آلفاویل یک جاسوسی به اسم لمی کوشن از فضای بین کهکشانی عبور می‌کنه که بره به یک سیاره‌ای به اسم آلفاویل. او می‌خواد بدونه که بر سر جاسوس قبلی به اسم هنری دیکسون چه اتفاقی افتاده. اما متوجه میشه که خیلی هم اتفاق مهمی نیفتاده، اون الکلی شده. در ازا لمی کوشن خودش عاشق ناتاشا میشه و با ناتاشا از سیاره آلفاویل فرار میکنه. خب در فیلم ما هم دختری به کافه ای میره که ببینه به سر خواهرش چی افتاده و متوجه میشه که در واقع خواهرش در خواب خوشیه و خودشه که تا به حال آدم تنهایی بوده، از این به بعد با یک مرد همراه میشه و عاشق بر میگرده. میدونستم بیرون میمونی، میری پیش تناز. دیگه میتونم برم خونه. پیش تناز نمیری؟ شاید رفتم. من مسیرم همونوریه، سر تمرین ما میای. شاید اومدم. ببخش اذیتت کردم سر قضیه دختره. بالاخره هر کس یه روز یا یه شب بزرگ میشه. امشب شب من بود. به هر حال وقتی فیلم عشقی میسازیم داریم راجب دو نفری فیلمی میسازیم که یا دارن به هم نزدیک میشن یا دارن از هم دور میشن. نکته ای که شاید یک کمی متفاوت باشه نوع نگاهی که به زن میشه. زنها تو فیلم های من و به خصوص تو سراسر شهر آدم های قوی هن، آدم های مستقل هن و صرفاً وسیله ای نیستن که مردها عاشقشون بشن. باهوش هن و دیالوگ های خوبی میگن، خیلی خوب سینما میشناسن و خیلی خوب موسیقی میشناسن. ما این ویژگی ها رو تو فیلم های ایرانی کمتر میبینیم از زنها. اصلا به تو چه که ازم سوال جواب میکنی؟ دیگه نمیذارم کسی گند بزنه به زندگیم. تمام. خیلی خوب، حالا جوش نیا. کجا؟ برم ببینم هنوز تو ساختمونه یا نه. تنها برم بهتره. از اونجایی که فیلمیه که حادثه محور نیست، در این حال خیلی هم فیلم شخصیت پردازی نیست، بیشتر فیلم آمبیانس، اتمسفر، حال و هوا و موقعیته.
در واقع به یه لحنی داره داستان رو تعریف میکنه که کمی ناآشناست. به طور طبیعی خیلی از مخاطبین شاید نتونن باهاش اون ارتباط لازم رو بگیرن. معمولا این فیلم های تجربی تر و فیلم هایی که در واقع با اقشار محدودتری از جامعه ارتباط میگیرن هستن که بیشترین تأثیر رو روی سینما میگذارن. حالا من که فیلمساز مهمی نیستم، ولی وقتی به تاریخ سینمای به خصوص مدرن نگاه میکنیم، ما میتونیم، آیا واقعا میتونیم این سینما رو بدون گودار تصور کنیم؟ آیا میتونیم واقعا این سینما رو بدون 8.5 فلینی تصور کنیم؟ بدون میکروشیانچو تصور کنیم؟ اهمیت این فیلمسازها در چی بوده؟ اهمیتش فقط در ساخته های خودشون نیست، اهمیتش در تأثیریه که رو کل جریان سینما میگذارن. در واقع وقتی به فیلمسازهای امریکایی نگاه میکنیم، به اسکورسیزی، به دپالما، حتی به کاپولا، میبینیم که چقدر اینها ایده های موجنوی های فرانسه رو گرفتن و پاپ کردن، مردم پسندش کردن و باهاش فیلم ساختن. در واقع اگرچه این نوع سینما یه مقدار حاشیه‌ایه، اما من یه جمله‌ای رو یه جا خونده بودم که همیشه تکرارش میکنم، اون اینه: دقت کنیم که همیشه این شیرازه است که کتاب رو نگه میداره. تموم شد. سر شب که اومدم کافه دیدم کلافه‌ای دیگه جلو نیومدم. داستان داره ولی شاید پیداش کنه. کی کیو پیدا کنه؟ یه دختری کتک خورده و یه پسر غیرتی که دنبال زاربه. چجوری دنبال زاربه؟ با یه ماشین. با یه موبایل بهتر میشه کسی رو پیدا کرد. راستش یه جورایی مربوط میشه به خونه شریفیان. میشناسیش؟ خسته نباشید.